يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما گرامیان، بینندگان عزیز و ارجمند برنامه عروت الوثقی که متکفل بیان احکام هست، فعلا هم احکام خانواده. در موضوع احکام خانواده به مهمانی و مهمانداری رسیدیم. تو خانواده ها به هر حال مهمان می آید و شما هم گاهی به مهمانی می روید. آیا نسبت به مهمانداری اسلام احکامی داره یا ندارد؟ بله، احکام بسیار زیادی، آداب خیلی زیاد و خوبی هست، شنیدنی. آره، اجمالی در همین چند دقیقه من خدمتتون عرض کنم. اولا در روایت داریم که مهمان حبیب خداست، دوست خداست. پس شما وقتی که از مهمان پذیرایی میکنید دارید دوست خدا را پذیرایی میکنید. باز در روایت هست که کسی که صدای مهمان رو بشنود و خوشحال بشود گناهانش آمرزیده میشه. عجب، چقدر خوب. بله، در روایت هست مهمان رسول خداست، حتی نسبت به سائل هم داریم ها، فرستاده خداست. یعنی شما به رسول خدا به اون معنای، یعنی پیغمبر نیست، یعنی از طرف خدا آمده است. خدا او رو فرستاده، اسبابش رو فراهم کرده است که بله به سراغ شما بیاد، از شما درخواستی داشته باشه یا مهمان شما باشه. حالا ببینیم تو زندگیمون چه مقدار وقتی که مهمان برامون میاد خوشحال میشه. گرچه مهمانی هم گاهی وقتا مزاحم هست، خب او بحث دیگری است. حالا اما اگر مراعات کنن افراد، خیلی ها از مهمانداری خوشحال میشوند. در روایت داریم و در مسائل فقهی آمده است که مهمان اگر بر شما وارد شد، خب شما مستحب است اکرامش کنید، بهترین غذاها، یعنی بهترین به معنای نه اینکه اسراف کنید، نه که خودتون را به زحمت، اتفاقا در روایت داریم خودتون را به زحمت نیندازید، آنچه که دارید و میتونید، اگه برید و قرض و قله کنید حالا مثلا مهمان میخواد براتون بیاید، نه، آنچه که دارید و میتونید در حد وسعتون اکرام کنید، پذیرایی خوبی از مهمان داشته باشید. ولی اگر مهمان زیاد میمونه، فرمودن دو شب اول اکرام، یعنی خود بهتر پذیرایی خوب، ولی از اون به بعد مثل اهل خانه است. یعنی اگر تو خانه خودتون مهمان نمی آمد، شما نون پنیر و انگور می خوردید یا یه شام ساده ای داشتید، دیگه بعد از اون نمیخواد شب سوم چهارم اینا خودتون برای مهمان به زحمت بیندازید. دو شب اولش، دو روز اولش. چرا؟ فرمودن در روایت داریم کسی بر اهل شهر یا روستایی وارد شد، مهمان اهل اونجاست، یعنی اینا بدانن که مستحب است از او پذیرایی کنن. بله، حالا ممکنه بگن که این مسائل مال زمانی بوده است که هتل نبوده، حالا مردم میرن هتل، و ای کاش این همه اعتماد، یعنی اسلام به دنبال اینه که تمام مؤمنان، تمام مسلمان ها اونقدر به هم اعتماد داشته باشن که وقتی که مهمانی برشون وارد شد دیگه نیازی نباشه هتل و مسافرخونه برود، اهل اون شهر و روستا ازش پذیرایی میکنن. فرمودن مهمان بر شما وارد شد، غذا بدید بهش، اگه ندارید آب نمیخواد نوشید، یعنی دیگه ای، به هر حال به نحوی ازش پذیرایی کنید. گفتیم هم که غذای خوب به مهمان بدید، ولی خودتون رو به زحمت نیندازید. شما پذیرایی که از مهمانتون دارید، غذایی که براش میارید کم نشمارید. این متاسفانه هست. بعضیا مثلا سفره رو میاندازن، غذا رو میارن یا اول یا آخر میگن ببخشید قابل شما نبود، کم بود، ما باید بهتر از اینا از شما بذاریم. این نه، این کراهت داره، خوب نیست، این نعمت خداست. به هر حال اونی که داشتید شما اکرام کردید، همینه دیگه. به هر حال چرا نعمت خدا رو کم میشمارید؟ طرف مقابل هم خوب نیست که آنچرا که میزبان براش آورده از کم بشمارد. فرمودن مهمان کمرویی نکنند، مهمان کمرویی نکنند. یعنی چه؟ یعنی مثل که حالا خانه خودش، زیاد روی نمیکنه، آنچرا که میل داره غذا در به حدی که به هر حال سیر بشه، یا اگر رسمش اینه قبل از سیری، چون اینا مستحبه، دست از غذا میکشه، همینجور که خانه خودش غذا میخوره غذا بخورد، میزبانش هم
خوشحال شود. باز داریم که میهمان را در آمدن کمک کنید ولی در رفتن کمک نکنید. یعنی موقعی که میخواد بیاد بله راهنماییش کنید، کفششو مثلا بگذارید جای مناسبی، پشتی برش بگذارید، راهنماییش کنید کجا بنشینه. اما وقتی میخواد بره نرید حالا کفشاشو اونجا آماده کنید، اگه میخواد تشریف برید کفشاتون آماده است، این نه، اینجوری نباشه. فرمودن که در کار خانه میهمان را به کار نگیرید. سفره رو بیار پهن کن، بفرم دیس غذا رو بگیرید بگذارید بکشید غذا، نه، شما از او پذیرایی کنید. باز از آداب مهمانداری این هست که غذا را نزد مهمان ببرید، نه که یه جای سفره بیندازید بگید بفرمایید سر سفره، بفرمایید سر میز غذا. گرچه حال نه، اشکال نداره، این جز آدابه. بهتران است که غذا را نزد او ببرید. و همچنین حالا آداب بسیار هست، یکی دیگر هم من بگم و دیگه ظاهرا فرصتمونم رو به اتمام است، سوالها رو باید برسیم. فرمودن اگر کسی بر صاحبخانه جایی وارد شد، هر کجا میزبان میگه بنشیند. این خیلی نکته ظریفی است. در روایت آمده است لأنه اعرف به اورات بیته، چون که او نسبت به مسائل خلاص پنهانی و اونایی که لازم است پوشیده بشود آشناتره. وقتی شما یه جایی نشستی، خب این روبرو آشپزخونه است، خانمش بنده خدا اونجا داره غذا آماده میکنه، خب شما نباید ناموس مردم رو ببینید، یا نه او باید راحت بشه تو آشپزخونه. یا جایی نشستید روبروتون آینه نصب است، ممکنه نامحرما از اون ور رد بشن، شما تصویرشون رو ببینید. هم صابخونه مراقب باشد، مواظب باشد، بدون هیچ گونه عملی که بی احترامی به میهمانش باشه راهنمایی کنه، او رو جای مناسبی بنشاند. هم میهمان فرمودن هر کجا میزبان و صاحب خانه گفت همونجا بنشینید. نگه من همینجا دم در میشینم. بابا وقتی که به شما تعارف کنه بفرمایید بالا، او حتما یه چیزی مد نظرش هست، یا میخواد به شما احترام کنه، خب خوشحال میشه. خوشحال شدن میزبان هم موجب خوشحالی خداست. یا اینکه نه، توجه داره جایی شما بنشینید که به هر حال نوامیسش خانوادهش در آسایش باشن، راحت باشین. این نکات رو انشاءالله همه مراعات کنن در مهمانی ها و مهمانداری ها. گرچه این بحث مفصلی است، وظیفه مهمان چیست، وظیفه میزبان چیست، مهمانی چه کسانی برویم و مسائل دیگر، حالا ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. امیدواریم که در خانه ها و خانواده ها، در مهمانی ها به همین مقدار مراعات بشود، که گاهی وقتا آدم میبینه مراعات نمیشود. ما به تقلید از دیگران آشپزخونه ها دیوارش هم اصلا برداشتیم، به اصطلاح اوپن، باز. گرچه حالا گاهی وقتا هم اصلا اشتباه میکنن، به این سنگی که لبه آشپزخونه گفت گذاشته میگه اوپن، این که اوپن نیست، اوپن یعنی باز، یعنی آشپزخونه دیوار نداره، آشپزخونه پرده نداره، یعنی ناموس بنده پیدا باشه همه ببینن. حالا بعضی هم قصدشون این نیستا، اما گاهی ناخودآگاه و ناخواسته اینجوری میشود. ما اگر معماری سنتی خودمون را مراعات کنیم با مصالح روز و استحکامی که امروز لازم هست، ولی یه معماری باشه که بله این نکات شرعی و حجاب و عفاف و اینا درش مراعات بشود، خیلی خوبه. خب دیگه خیلی نریم تو جزئیات، بعدا ممکنه بعضی از افراد هم به ما ایراد بگیرن، آقا جون اینا که شما میگفتیم حالا زمانی بگو زمین ها ارزان بود و این هم جمعیت نبود، خب حالا این آشپزخونه دیوار داشته باشد، پنجره هم داشته باشه که خانم توی این آشپزخونه خفه نشه ولی راحت هم باشه، اما نامحرم رو نبینه، این حالا زمین بیشتری میخواد. خب ببخشید، با ما باشید تا لحظه دیگر برسیم به سوالهای شما. سال اول رو من میخونم. مردی با دختری ازدواج کرده، این مرد نابینا بوده است و با عینک پنهان کرده است، حالا که فهمیده آیا دختر میتواند عقد را به هم بزند؟ گرچه این بسیار بسیار کار بدی است، از جمله مواردی که در فقه اسلامی مطرح شده در بحث مکاسب محرمه که درآمد از این راه رو حرام دانستند، تدلیس ماشطه است. یعنی این آرایشگر این عروس رو جوری درست کنه که داماد به اشتباه بیفته. حالا این عکسشه، حالا عروس به اشتباه افتاده، این
شوهره مرده نابینا بوده، عینک زده نفهمیده است و پنهان کرده است. فریبکاری در امر ازدواج گناه است، گاهی وقتا موجب زمان است، اما این مسئله موجب فسخ عقد نمی شود. اینه یکی از موجبات فسخ عقد نیست که این خانم بتونه عقد را فسخ کنه. بله درسته، از اول باید دقت می کردن و هر حال این مشکل پیش نیاد. حالا اگر نمیتونه باش زندگی کنه، خب راه طلاق رو گذاشتن که حالا اونم اگر بتونه زندگی کنه و طلاق نگیره بهتره. باز سوال شده اگر زن و مردی پس از سالها که ازدواج کردن متوجه شوند که ازدواجشان حرام بوده است، مثلا با هم محرم بودن، تکلیف چیست؟ پیشتر ما در بحث ازدواج گفتیم که یک عنوان این بود با کیا میشه ازدواج کرد و با کیا نمیشه ازدواج کرد. بعد این نکته رو ما یادآوری کردیم، گفتیم اون چی که ما تو این برنامه میگیم یه مختصری هست، کسانی که میخوان ازدواج کنن یه تحقیق و تفحص بیشتری داشته باشن. حالا چی؟ اگر همچون مسئله پیش آمد و راه حل فقهی نداشت، بله باید از هم جدا بشن. ولی اگر حالا یه احتمالی دادید و یه مسئله مثلا فهمیدید که مادرتون مثلا به بچه اونا شیر داده است، یا از مادر این خانم مثلا شما شیر خورده اید، فوری حکم نکنید که ازدواج ما حرام هست. اینو پرسجو کنید، بعدم مسئلهش بپرسید. سوال بعدی هم آیا پسرخوانده ارث میبرد یا نه؟ پسرخوانده اگر مقصود این است که مثلا فرزندی رو آوردن، فرزند پسری رو بزرگ کردن به عنوان فرزند خودشون، حالا اسمش هم مثلا تو شناسنامه‌شون هست، به اینا هم بابا میگه، به اون خانم مادر میگه، افراد اقوام خیشان هم خیال میکنن، مثلا گاهی وقتا هم پنهان داشتن، خیال میکنن که این فرزند این هاست، اگر مقصودتون است چنین فرزندی ارث میبرد، نه فرزند خوانده به این معنا ارث نمیبرد، بله وارث محسوب نمیشه. و حتی اگر پدر و مادر وقت پنهان کنن و بعد از مرگشون تصور کنن دیگران که این فرزند اونهاست و اموالشون بعد از مرگ به این برسه و ایشون ببره، اینا ضامن هستن. یه موردی بود که خانمی یه وقتی تماس گرفته بود، میگه ما فرزند نداشتیم، مدتی مسافرت رفتیم و در اون مسافرت خب مدت ها حالا مثلا یه سال دو سال نیامدیم، بعدم فرزندی رو اونجا گرفتیم، یعنی فرزند شیرخواره ای رو، بعد که آمدیم به عنوان فرزند خودمون وانمود کردیم و غیر از من و شوهرم هیچ کس اطلاع نداره. بعد ما راهنمایی کردیم، خب این مسئله درست نیست، حالا شما این مسئله رو پنهان کنید و در آینده اگر خدا ناکرده بدین سبب افرادی از سهم الارث شرعی خودشون محروم بشون، خب شما مقصر هستید. فلذا ما یک نکته رو عرض میکنم، حالا بحث فرزند خوانده بحث مفصلی هست، کسانی که فرزندی رو میخوان به عنوان فرزند خودشون بیارن و بزرگ کنن، خب اجر و ثواب زیادی میبرن. ولی یه سری مسائل شرعی داره، محرم و نامحرمی، بحث ارث، امثال اینها، اینا رو حل کنن، یعنی همون قبلش با عالمی مشورت کنن، بگن فرزندی میخوام بیاریم، با این موقعیت این مسائل رو چجوری حل کنیم، راهنمایی بگیرن، بعد که این پسر بزرگ شد یا این دختر بزرگ شد به مشکلات فقهی بر نخورن. خب اشاره میکنن وقتمون هم تمام هست. بله فرصت تمام، ولی مسائل شما، یعنی سوالایی که مطرح کردید تمام نشده، امیدواریم که آینده بازم بتونیم در خدمت شما باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خلاصه این برنامه، بر اساس روایات مهمان حبیب و فرستاده خداست و کسی که صدای مهمان را بشنود و خوشحال شود، گناهان او آمرزیده می شود. اکرام مهمان مستحب است، گرچه باید از اسراف و به زحمت انداختن خود دوری کرد. پذیرایی از مهمان با غذا و در صورت نبود غذا با آب مستحب است. گفتنی است کوچک شمردن غذایی که برای مهمان آورده می شود و تحقیر نعمتهای الهی امری ناپسند است و نباید به بهانه احترام به مهمان حرمت نعمتهای الهی را زیر سؤال برد. بر اساس آداب اسلامی مناسب است مهمان کمرویی نکند و چنان که گویی در خانه خود است از غذای فراهم شده میل کند، گرچه زیاده روی نیز مکروه است.
مستحب است هنگام آمدن مهمان او را راهنمایی و کمک کرد، اما هنگام رفتن مناسب است این کار صورت نگیرد. مهمان را نباید در کار خانه و پذیرایی به کار گرفت. بهتر است غذا را نزد مهمان ببرند، نه اینکه مهمان را به سمت غذا دعوت کنند. و نکته پایانی این است که بر اساس روایات مناسب است مهمان در جایی بنشیند که میزبان به او نشان می‌دهد. در برنامه بعدی به موضوع احکام زکات می‌پردازیم.